باشه، من یک نظر دارم در راجع در صحبت های زیبا. خواهر ما که گفته بود بعضی خانم آدم تشویق منم در طلاق، یعنی آدم اگر خود آدم یک ذره عقل و منطق داشته باشه، هیچ وقت زیر بار کس، زیر بارهای حرف مردم نموره. تو برای خودت زندگی منه، یک نفر برای آدم تشویق کنه که برو از بام خود بنداز، آدم نباید خود بندازه. هیچ وقت وقتی که آدم در جامعه میه یا در مجازی یا در دنیای واقعی که مردم زندگی منه، مردم ها در بر آدم خیلی گبار میزنه. آدم باید خوب خوب بیشه بگیره، بدایش ایلا کنه، نه نباید پشت بعدش را بره. بازم هر کس که اگه طلاق میگیره، اگه واقعا مشکل های جدی دارن یا از نگاه فرهنگ یا از هر نگاه با هم کنار نمیان، طلاق میگیرن. ولی کسایی که از گب مردم یا از دوروبر خود یا از روی عقده طلاق میگیره، این واقعا یک صدمه خیلی بزرگ اول بر خودش میزنه، چه زن باشه چه مرد باشه، اول بر خود یک صدمه میزنه، چون که از این استرس همیشه آزارش میدنه. هر خانواده ای که از هم جدا میشه 100% فرزند دارن، یعنی او فرزند اگر پیش مادر باشه هر دقیقه میای پدر خود میخواد، اگر او پیش پدر خود باشه هر دقیقه میای مادر، یا پیش مادر باشه پدر میخواد. این واقعا آدم آزار میده. من که امروز خودم یک مادر هستم، در مادر خود نیاز دارم، در پدر خودم نیاز دارم. تو اول برای خودت در ریشه خودت یک تیشه میزنی، دومن برای فرزندت. فرزندایم اگه سبا کلان شوه، میای یه خانی تا میگیره، مگه تو بودی که مرا از محبت پدر محروم کردی؟ اگه پیش پدرش باشه مرا، مگه تو بودی که مرا از محبت مادر محروم کردی؟ من هیچ محبتی از مادر ندیدم یا از پدر ندیدم. امروز اگه من یک بچه یا یک دختر عقده‌ای در جامعه هستم، مرا امی جنگ یا عقده های تو و مادرم دینمی روز رسانده، من اینا رو کلا از تو و مادرم یا از تو و پدرم اینا رو در ذهن خود جاسازی کردم. این آدم وقتی در خانه خود زندگی من فقط تمرکز کنه روی خودش، روی زندگی خودش. هر مشکلی که در خانواده پیش آمد، هیچ خانه بدون مشکل نیست، نه؟ تو نباید فورا گوشی بگیری زنگ بزنی برای پدر یا مادر یا خواهر درد دل کنی یا دوستایت، چون اگه اون مشکل یک دانه باشه، ایر پخش کردن در تمام جای ایر چند برابر می سازد. درسته؟ خواهر از یک چیز مگه، مثلا خسر مادر یک چیز دیگه مگه، مادر یک چیز دیگه مگه، دوستای یک چیز دیگه مگه، این مشکل تو کلان شده مرا. تو میتونی مشکل تو در کجا حل کنی؟ وقتی که ذهنت آرام شد، برو کنار دریا یا پارک یا در یک بستنی، جایی که بستنی خوردن موری.